که کمتر از یک هفته به انتخاب ریاست مجلس شورای اسلامی وقت داریم، میخواستم نظر شما رو در این ارتباط بدونم. ببینید، من شاید 2 سال میگم که هفتم اسفند ماه، یعنی اسفند ماه 94، نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است و از اینجا جهت عوض میشه. انحرافی که از 23 بهمن 57 آغاز شد، مردم میتونن از 7 اسفند 94 این انحراف رو برگردونن و این قطار انقلاب به ریل خودش بازگرده، مسیری که من میخوام بگم 37 سال به انحراف رفته است. بسیاری به خاطر هوای نفس و خودکامگی با توجیهات دینی و شرعی اون رو به خطا بردند. ما میتونیم با حضور پر قدرت مردم در هفتم اسفند اون رو به جای خودش برگردونیم. خب قبل از انتخابات شعاری که ما دادیم و همیشه میگفتیم که مردم بیایند برای اینکه شاخصهای جناح حاکم رو بزنند. درسته که ما بسیاری از کاندیداها رو نمیشناسیم، درسته که رد صلاحیت گسترده‌ای در پیش رو داریم و بعد هم دیدیم که رد صلاحیت 9000 نفر واقعا بی سابقه بود در تاریخ انتخابات این کشور، اما گفتیم مهم نیست چه کسانی رو برمیگزینید، مهم این است که با حضورتون چه کسانی رو رد میکنید. تمام منصوبین و منصوبین جناح حاکم رو شما میتونید با این حضورتون رد صلاحیت کنید و رد صلاحیتی که به پشتوانه آرای مردم در صندوق باشه بسیار پیام داره و پیامش رو حاکمیت گرفت. خب انتظار ما این بود که در ادبیات حاکمیت ما یک تغییری رو ببینیم که اون تغییر رو میبینیم، ادبیاتی که بعضن در عمل ناچار تن به بسیاری از در واقع مسائلی بده که با حاکمیت در واقع توتالیتر سازگار نیست و از سوی دیگر پناه میبره به حرفهایی که در شأن یک حاکمیت نیست و اینها همه نشان دهنده اون تغییری است که پیام مردم انجام داد، ولی مردم نتیجه میخواهند. پیام هفتم اسفند یعنی تغییر، یعنی جناح حاکم رو نمیپسندیم، بر نمیتابیم و بایستی تغییر ایجاد بشه. خب در مجلس خبرگان ما میدونستیم اصلا ما کاندیدایی نداشتیم، تا جایی که ما ناچار شدیم برای اینکه شاخصهای اونها رو در واقع اون مثلث جیم رو بزنیم، ناچار شدیم به وزیر اطلاعات سابق و اسبق رأی بدیم، در صورتی که خب ما میدونیم نظر ما این نبود که به وزیر اطلاعات رأی بدیم، اما به او هم گفتیم باید رأی بدیم برای اینکه یزدی نیاید، مصباح نیاید و جنتی. حالا آقای جنتی در آخر لیست چگونه آمد بماند، مهم نیست، و چگونه رئیس خبرگان شد آن هم بماند، ارزشی ندارد. اساسا تمام تلاش جناح حاکم این بود که اون امیدی که در دل مردم در هفتم اسفند ایجاد شد که ما می توانیم با حضور در پای صندوق ها تغییراتمون را اعمال کنیم، با آوردن جناب آقای جنتی که به تعبیر خود آقایون فقها که سن رو قمری حساب می کنند 93 سال سن دارد دیگه، من فکر می کنم تمام تلاش این بود که مردم ناامید شد. خب در مجلس شورای اسلامی وضع ما بهتر است، به جهت اینکه ما کاندیداهایی که بینام باشند، مستقل باشند و یا حتی اصلاح طلب زیاد داریم. در ترکیب مجلس اکثریت گروه اول با اصلاح طلبان، بعد اصولگرایان و بعد مستقلین که الان مستقل ها می توانند با گرایش به هر طرف به او اکثریت عطا کنند. وضعیت ما این گونه است. خب طبیعتا مطرح شد آقای عارف برای ریاست مجلس، خیلی هم خوب است، ما هم میپسندیم که این تغییر انجام بشه. حالا بسیاری از اصلاح طلبان میگوین عارف توانایی ایستادن در مقابل تندروها رو ندارد و با اشاره از سوی دربان بیت لوایح رو از دستور کار خارج خواهد کرد و یا موضعش عوض خواهد شد. این تعبیری است که بسیاری از اصلاح طلبان ما میگوین، یا مصاحبه هایی که مثلا ببینید در همین نشریه که دست من هست، مصاحبه هایی که انجام شده در اون بالا های کرباسچی گفته لاریجانی بهتر میتواند از عهده تندروها در جهت اداره مجلس برآید، یا رئیس فعلی مجلس مهره مناسبی است، یا آقای عرض کنم خدمتتون زیبا کلام فرموده است که اگر لاریجانی رئیس شود چنین می شود و چنان می شود، و اگر عارف رئیس شود خط آتش تندروها علیه پارلمان تشدید می شود، یا آقای عبدی
رسما از آقای لاریجانی دفاع میکنه و میگه که اگر اونو بندازیم معضلات زیادی داریم. ببینید وضعیت در اردوگاه اصلاحات این گونه است، در اردوگاه مستقلین بدتر است. خب در نقطه مقابل پایداری تمام تلاشش رو داره میکنه که لاریجانی بشود، سپاه تمام تلاشش رو داره میکنه و تک به تک فیس تو فیس داره نماینده ها رو میبینه که لاریجانی بشود. اصولگرایان به هر حال لاریجانی رو سالهای سال در اردوگاه خودشون داشتن و الان هم میبینیم آقای لاریجانی در جلسه همین امروز که جلسه اصولگرایان هست، فراکسیون اصولگرایان هست، او اونجاست و خودشو اصلاح طلب نمیداند و در اونجا شرکت میکنه و در اونجا صاحب نقش اصلی است آقای لاریجانی. خب من تعجب میکنم اصلاح طلبان چگونه کسی رو که در فراکسیون اصولگرایان صاحب نقش اصلی است و همیشه کاندیدای اصولگرایان بوده و همیشه لیست اصولگرایان رو ایشون تنظیم میکرده برای مجلس، امروز میخواهند کاندیدای ریاست کنند. این کار غلطه. حالا بعضی ها میگن توانش رو نداره، بعضی ها تعبیرهای دیگه ای دارن، میگوین که اساساً آقای عارف آمده است برای همین شکست، آمده است که مدیریت کند این شکست رو و امید رو از مردم بگیرد جناح حاکم. در واقع میگوین این مهندسی جناح حاکم و آقای عارف داره در زمین جناح حاکم بازی میکنه و تن به این شکست میده، وارد این شکست میشود، میداند بازنده این بازی است با این ترکیب، ولی باز هم ادامه میده بازی رو برای اینکه همون اتفاقی که در خبرگان افتاد و پیامش این بود که دیدید شما اومدید بالاخره 30 به علاوه 16 رو هم رأی دادید و جنتی رو که ما وارد لیست کردیم، اما یزدی و مصباح رو انداختید، تغییری نکرد. اگر یزدی رفت جنتی آمد، آیا جنتی بهتر از یزدی است برای شما؟ این تعبیری که اونجا میکنن در مجلس شورای اسلامی هم میخوان همین بشه که هیچ اتفاقی نیفتاد، لاریجانی سر جاش نشسته است. و ما معتقدیم که پیام هفتم اسفند وقتی تکمیل میشود که ما بتوانیم تغییر رو اعمال کنیم و لاریجانی برود و کس دیگری بیاید، حتی عارف. اما وضعیت به گونه ایست که الان عارف شانس رأی آوری ندارد. ما هم اعلام کردیم، اینایی که عرض میکنم به عنوان اتمام حجت است که آقای عارف همونطوری که یک موقعی نوشتن به مرحوم مصدق که زاهدی آمده است برای کودتا به عنوان اتمام حجت نوشتن و مصدق کاری نکرد تا زاهدی آمد و کودتا کرد و اون دولت انقلابی برکنار شد و مصدق هم به تبعیدگاه رفت، ما میخواهیم بگوییم آقای عارف شما بازندهی و اینها میخواهند پیامی بدهند که دیدید اتفاقی نیفتاد و باخت این نهضت مردم، نهضتی که تلاش مدنی بود در پای صندوق‌های رأی به جایی نرسید. آقای عارف مردانگی کنید، این شکست رو که از پیش تعیین شده است و جناح حاکم رقم زده است میتوانید با یک بازی خوب و اینکه پرچم اجماع رو به دست بگیرید و از همه آقایون بخواهید بگویید اگر میگویید من نمیتوانم یا حمله تندروها رو من نمیتوانم جواب بدهم، من کنار میروم، بیایید بر سر فرد دیگری غیر از لاریجانی اجماع کنید. چرا میروید سراغ ابو موسی اشعری؟ بیایید و با مطهری بیعت کنید، بیایید مطهری رو عنوان رئیس قبول کنید. اون وقت میبینید که مطهری بر سر مواضع همونطور که تا حالا این 8 سال ایستاده خواهد ایستاد و در مسئله حذف، مسئله مینو خالقی می ایستد و بدون مینو خالقی مجلسی که رئیسش مطهری باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اون می ایستد تا مینو خالقی هم به جمعشان بپیوندد. این کل مطلب ماست که الان فرصتی است که می توان این کار رو کرد و آقای مطهری هم نه اینکه خودش بخواهد بیاید، من منزله ایشون رفتم گفتم که پدر شما در آغاز انقلاب در خیلی از موارد من خاطرم هست بر پدر من تکلیف شرعی میکرد که این مسئولیت رو تکلیف شرعی است باید بپذیری، امروز میخواهم من برای تو تکلیف شرعی کنم، در این شرایط مسئولیت رو تکلیف شرعی است باید بپذیری و اگر شانه خالی کنی اون دنیا باید پاسخگو باشی و ایشون با این شرایط میپذیرد، نمیخواهد تفرقه ایجاد کند، نمیخواهد بین اصلاح طلبان تفرقه بیفتد، میگوید اگر اون رأی نمی آورد بگذارد من شانسم رو امتحان کنم و نتیجه این است که اگر آقای مطهری رأی نیاورد نمیگویند نفر اول اصلاحات یا تابلو اصلاحات شکست خورد، میگویند یک مستقل بود، یعنی گامی برای پیروزی
اصولگرایان و اصلاح طلبان نیست، میگن یک فرد مستقل رأی نیاورد. الان وضعیتی است که فراکسیون مستقلین از علی مطهری دعوت کردند که بیایید ریاست فراکسیون مستقلین رو بپذیرید، یعنی بیش از 80 نفر. از اون طرف اصلاح طلبان با اشتیاق او رو در لیست خودشون قرار دادند، هرچند بعدن اومدن به جای اینکه اون گوشواره لیست عارف و مطهری باشن در اون بالای لیست آقای مطهری رو خودن نفر 25 قرار دادن، اما مردم در رأیشون ایشون رو دوم آوردن و بسیاری از اصلاح طلبان میگویند واقعیت این است که علی مطهری آرایش بیشتر از آقای عارف بود و این تعدیل انجام شده است که دوم باشد، وگرنه آرای او نفر اول تهران بوده است. به هر حال در این شرایط اصلاح طلبان همه خواهند آمد و مطهری رأی خواهند داد، مستقلین هم همینطور و بخشی از اصولگرایان که به باورهای دینی مطهری و پدر شهیدشون مؤمن هستند و اونها هم رأی خواهند داد. ما با یه رأی خوب میتوانیم اگر آقای عارف کنار بروند، اگر به نفع مطهری پرچمدار بشوند و رأی جمع کنند، ما با رأی خوب این تغییر رو اعمال میکنیم و مردم بایستی طعم شیرین پیروزی رو بعد از هفته اسفند با ریاست آقای مطهری بچشن و با عدم تغییر و جایگزین کردن اصولگرایی مثل لاریجانی به هر حال واقعا تلخ نکنیم پای مردم رو. آقای جواد آقای لاریجانی به طنز گفته بود که اگر من هم دوره بعد رئیس جمهور بشم ما سه تا برادر میشویم سران سه قوه و دیگه مردم به یه خانواده فحش میدن، دیگه لازم نیست به کسی دیگه فحش بدن. این گونه نشه، ما مصریم که این اتفاق بیفته و آقای مطهری هم بعد از تکلیف شرعی کردیم گفت اگر وحدت به هم نخوره و بگذارند من قطعا میام و شکست من شکست اصلاحات نیست، شکست من شکست یک فرد مستقل است، باری برایشان نداره. آقای خزلی، سوال من از این شما اینه که با توجه به شناختی که شما از آقای عارف دارید، آیا آقای عارف این کار رو انجام خواهند داد و به نفع آقای مطهری کنار خواهند رفت؟ ببینید آقای دکتر عارف در دوره قبل هم کنار نرفتن، تا آخر ایستادن. وقتی اون شورای منتخب اصلاحات همه صحبت ها رو کردن که نظریهشون رو اعلام کردن و 8 نفر، ایشون بازم کنار نرفتن، مقاومت کردن تا جایی که آقای خاتمی که برود نمی‌کنه ناچار شد بیانیه بده، آقای هاشمی ناچار شد اعلام موضع کنه. شرایط به گونه ای شد که در ستاد آقای عارف، ستاد مرکزیش که خواست صحبت کنه، اون تعداد محدودی که برایش مونده بود عکس آقای روحانی رو جلوش گرفتن و اونجا ناگزیر به استعفا شد. اما بعد از استعفا ما میخوام واقعیت ها رو بگیم. بله ما تجلیل کردیم، قدردانی کردیم، اما واقعیت این است که آقای عارف یک ستادش هم در اختیار آقای روحانی قرار نداد. واقعیت این است که آقای نعمتزاده و جمعی از طرف آقای روحانی رفتند با گل و شیرینی که از ایشون قدردانی و تشکر کنند راه نداد و بعد از اون هم مسئولیت در دولت رو نپذیرفت و بعد از اون هم رفت به مسئولین و رجال عالی اصلاحات اعتراض کرد، تندی کرد. به هر حال ایشون کنار نیامد. وقتی بود که اگر میماند با توجه به اینکه خاتمی و هاشمی و تمام اصلاحات نظرشون رو گفته بودند شاید 200,000 رأی بیشتر نمی آورد و واقعا مرگ سیاسی او بود در جبهه اصلاحات. اون موقع استعفا داد. واقعیت اینه، واقعیت رو مردم درست بگیم، این رو رنگ نکنیم، عوض نکنیم. بله تجدید میکنیم که این کار تشویق شد که بقیه هم این کار رو بکنن، ولی آقای عارف در دقیقه 90 نبود، در وقت اضافه استعفا داد و دیگه فرصتی هم نبود. اما موجی که ایجاد شده بود ظرف اون 48 ساعت آخر نفر ششم لیست به نفر اول ارتقا پیدا کرد و اون هم هوشمندی مردم بود، انتخاب دقیق مردم بود که از طبق آقای جنتی انتخاب کردم. آقای عارف الان هم گفته 4 تا رأیم بیارم نمیرم و این یعنی خطر. معنی ندارد شما اگر ببینی رأی نمیاری بمانی و شکست را بر جبهه اصلاحات تحمیل کنی و بعد هم من الان دارم میگم که یک هفته بعد نگوین نگفت فلانی. یا همه اجماع کنیم بر عارف با تمام ضعف‌هایی که عارف دارد و می‌دانیم در مقابل حاکمیت و جناح حاکم و تندروها نخواهد ایستاد، با این فرض و آخرین کلامی که خواهد گفت وقتی گفتیم چرا نمی‌ایستی، ممکن است به طنز به شما بگوید مثل آقای خاتمی خدا حفظش کنه می‌فرماید وقتی خیلی گلایه می‌کنیم می‌گوید من یزدی هستم، از من بیش از این انتظار نداشته باشید. این حتی به شوخی عرض می‌کنم،
آقای عارف هم همین رو به ما جواب خواهد داد. قطعا بدون بر اثر بر مسائل اساسی نخواهد ایستاد، کما اینکه الان روی موضوع مینو خالقی نه ایستاده است، مطهری ایستاده است. بعد از این مسائل مثل مینو خالقی ها زیاد خواهیم داشت و رئیس مجلس است که باید استوار بماند در اعتبارنامه های تک تک این افراد، افرادی که مثل آقای کوهکن خب بالاخره پرونده ای دارن به خاطر مسائل همون مجلس، شکاتی دارن، شاید جمعیت زیادی. آقای اکبر علمی به نمایندگی از تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که مالشون رو معتقد بودن تباه شده، حیف و میل شده در اون تعاونی مسکن، شاکی آقای کوهکنه. خب در مسئله اعتبارنامه آقای کوهکن انتظار این است که رئیس مجلس جدی بایستد و بگوید این عنصر به اصطلاح اصولگرا چه تخلفات مالی داشته و چه پرونده دایر و جاری دارد در محاکم قضایی. خب اینها رو ایشون نخواهد ایستاد، اینو میدونیم، اما باز هم اگر اجماع باشد به احترام اجماع، ضمن گوشزد کردن اینکه آقای عارف نخواهد ایستاد، معتقدیم اجماع کنین اشکال ندارد. اما وقتی مرعشی، کرباسچی و بقیه اصلاحات میگویند نه آقای عارف نمیتواند، اینجا بهتر است که یک فکر جدید بکنیم در این یک هفته و آقای مطهری میتواند و بسیار گزینه خوبی است و میتواند این تغییر رو به مردم نشان بدهد و امید رو جاری کند در یک سال آینده. ما یک سال حساسی داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و امیدواریم در سال آینده بتونیم در ریاست جمهوری هم کاری بکنیم، کارستان. لذا من مصرم دوستان این پیام رو داشته باشن، اینو برای تاریخ میگم که فردا که مجلس کاری نکرد نگویند فلانی هم سکوت کرد. نه، من به عنوان این که فرزند ملت هستم، یک بسیجی خط شکن هستم، همیشه هم این رسالت رو از خودم قائل بودم که تابه ها رو بسیاری رو بشکنم، خطها رو بشکنم، اونجاهایی که میترسند حرکت کنم و همیشه هم همین بوده. وقتی آتش دشمن سنگین میشد در جبهه و همه به تعبیر ما بسیجی ها کپ میکردن، اونجا من حرکت میکردم. اینجا هم میخوام بگم اگر حضرات آقایون کپ کردن، ترسیدن، نخیر، ما باید حرکت کنیم و مطهری میتواند حرکت ما رو در مجلس کامل کند و پیروزی رو برای ما رقم بزند انشاءالله. آقای خزلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. موفق باشید، خدا نگهدار.